به نام کسی که به ما مهر ورزیدن آموخت. عشق آگاهانه و انرژی جنسی و آفرینندگی. نویسندگان گورجیوف به قلم الف آر اوراژ و جان بنت. مترجم رویا منجم. خوانش سمیه ایران دوست. پیش گفتار. سکس نیروی توانمندی در زندگی ماست. هنوز به مفهوم مردمی یا انسانی چندان درک نشده است. ما چیزهای زیادی درباره شیمی و فیزیولوژی می‌دانیم، اما درباره تأثیر سکس بر وجودمان چیز زیادی در دست نداریم. اگر در جستجوی دگرگونی در سرشتمان هستیم یا دست کم در جستجوی راه خروجی از زندان شخصیت‌های ساختگی‌مان، درباره نقشی که سکس می‌تواند در این راه بازی کند چیز زیادی نمی‌دانیم. دست رد زدن به سینه اخلاق کهن خلأی گرانبار بر جای گذاشته است. با نبود قوانین و سرکوب‌ها، مردان و زنان پیوسته به دنبال خرسندی و خوشنودی گریزپایی در فعالیت جنسی خود هستند. نتیجه خارشماری کنش جنسی یا زیاده روی بی‌معنا در آن است. زندگی جنسی ما می‌تواند بهبود یابد، اما تنها اگر هدفمان بیشتر فرو رفتن در خودمان و پرورش جنبه‌های ژرف‌تر وجودمان باشد. این حرکت به ژرف‌نای وجود همان کار روی خودمان به مفهوم راستی نیست که گورجیوف آموزش می‌داد و بنیان توضیح بنت از معنا و اهمیت سکس است. برای کسی که خواب است، کسی که روی خودش کار نمی‌کند، کنش جنسی راه طبیعی بیرون ریختن انرژی جنسی درونش است که به هیچ جایی نمی‌رسد. برای کسی که روی خودش کار نمی‌کند، کنش جنسی برایش اهمیت زیادی دارد و سکس می‌تواند یا به پیشرفتش یاری رساند و یا از آن جلوگیری کند. بنت در سالهای آخر زندگیش برای آشنا کردن جستجوگران با روش‌های به درد بخور دگرگونی خود، فرهنگستان بین‌المللی آموزش پایا را بنیان نهاد. هر سال 100 زن و مرد بیشتر جوان را به این فرهنگستان می‌پذیرفت. سخنرانی‌هایش درباره سکس که در قالب این کتاب درآورده شده، پاسخ او به پریشانی و رنج بیهوده و آشکاری بود که در شاگردانش می‌دید. این کتاب به شیوه‌ای نوشته شده که هر کسی با هر ارزشی که برای وجود خودش قائل است می‌تواند از آن سود جوید. موضوع آن پیوندی با قوانین کلی رفتار ندارد. آنچه ارزش به درد بخور است، قوانین درباره رابطه جنسی نیست، بلکه رسیدن به بینشی در این باره است. بنت در این روشنگری به آن پرسش‌های حیاتی می‌پردازد که زنان و مردانی در سراسر گیتی می‌پرسند که در می‌یابند انگار چیزی وجود دارد که باید پیدا شود، چیزی که نه دین و نه علم به شکلی که ما آنها را می‌شناسیم نمی‌توانند در اختیار بگذارند. چه تأثیراتی مردان و زنان از راه رابطه جنسی برهم دارند؟ آیا میان رابطه جنسی و معنویت پیوندی وجود دارد؟ آیا تفاوت‌های میان مردان و زنان بیشتر جوهری است تا تنانه؟ زن و مرد چه کاری می‌توانند برای یکدیگر بکنند؟ بر چه بنیانی فعالیت جنسی می‌تواند ساماندهی شود؟ تردیدی نیست که پرسش‌های دیگری فراسوی این پرسش‌ها هم هست که کسانی مایلند بپرسند، اما آنها در برگیرنده فردیت مرد یا زنی است که در شرایط یگانه آنها شکل می‌گیرد. انگیزه جنسی از جایگاه بسیار ژرفی برمی‌خیزد که تمامی مشکلات درون‌زدای ما در آن جای دارد. این
امید معنوی ماست که بتوانیم در نهایت این مشکلات را حل کنیم، اما حل آنها در سرشت مطلق ما و در کنش آن نهفته که از مرزهای هر چیزی که ما می دانیم فراتر می رود. بنت سردرگمی ما را در برابر خود انگیختگی سکس آرام می کند و این توانایی را به ما می دهد تا راهی برای پی بردن و زیستن بهتر بیابیم. راهنمایی او می تواند این توانایی را به مردان و زنان بدهد تا با دانایی بیشتری یکدیگر را از آن خود سازند و از راه فهمیدن نقشی که هر یک باید بازی کند، مهر و عشقی دوسویه را در خود رشد دهند. الف جی ای بلیک، دگلینگوورس، 1980. دیباچه. در این کتاب درباره کارکرد انرژی جنسی در ما با اشاره ای اندک به نیروی عشق سخن می گویم. نخست به این می نگریم که چگونه انرژی جنسی روی کارهای تن و فیزیولوژی ما تأثیر می گذارد و به بازبینی نقشی می پردازیم که در دگرگونی انرژی هایی بازی می کند که وجود ما را می سازند. می بینیم که چطور بخش شرطی شده و منگرایانه ذهنمان کنش طبیعی سکس در ما را به گمراهی می کشاند و به آن دست اندازی می کند و از این گذشته نگاهی به کنش طبیعی آن می اندازیم. کنش جنسی در جانوران با چرخه بچه آوردن یا تولید مثل ساماندهی می شود و به درون آن جریان می یابد و در تمامی شکل‌های زندگی از همجوشی دو سلول آغاز می‌گردد. کشش، آمیزش، لقاح، بارداری و زایش، اینها تمامی از تجلیات انرژی جنسی است. این حالت میان مردم یا انسان و جانوران مشترک است، ولی در مردم سکس در دگرگونی و ساماندهی انرژی های روانی بخش مهمی را بازی می کند. از این گذشته از سکس و اراده سخن خواهیم گفت. در اینجا بدون توضیح بیشتر در این باره تنها این را می گویم که سرشت معنوی مردم یعنی ارادهش همیشه به صورتی سگانه بیان می شود. برای آنکه کنشی کامل از هر گونه ای وجود داشته باشد، سه نقش متفاوت باید برآورده و یکی شود که عبارتند از نقش های تأیید کننده، گیرنده و آشتی دهنده. نقش های تأیید کننده و گیرنده در دو جنس از پیش شکل می گیرند. به همین دلیل یکی شدن مرد و زن که یک آشتی مستقل است و نامیرایی مردمی می تواند وجود داشته باشد. برای پی بردن به چیزی باید بکوشیم و آن را در کل در تمامی جنبه های متفاوتش ببینیم. سکس در زندگی مردمی تمامی حالات زیر یا یکی از آنهاست: بیماری و مایه توهم، راهی برای بچه آوردن و پایندگی گونه، ساماندهی انرژی های جنسی یا راهی به سوی یگانگی اراده. اگر بخواهیم کار سکس در زندگیمان و چیزی را که در اجتماعات مردمی ما شدنی است دریابیم، باید تمامی اینها را در نظر بگیریم. فصل نهایی کوششی است برای ریختن طرحی برای نیازهای زندگی درست جنسی در جامعه‌ای به راستی مردمی است. انرژی جنسی و مردم یا انسان. نخستین نمود زندگی روی این سیاره جنسی نبود. هزاران میلیون سال پیش گونه ای از هستی پدیدار شد که خود را بازتولید می کرد. سازوکار بازتولید میتوز بود که در آن سلول ابتدایی خود را به دو نتیجه همانند تقسیم می کرد. سلول های درگیر به سختی چیزی بیش از تکه های ابتدایی پروتوپلاسم بودند که در درونشان
کلوروپلاست هایی داشتند که می توانستند کار فتوسنتز و بازتولید را پیش ببرند. آنها کمابیش بیشکل بودند. در این دنیا نه زایشی بود و نه مرگی، دست کم به صورتی که ما می دانیم، زیرا سلول یکتا و یگانه‌ای وجود نداشت. تمامی سلول ها مانند هم بودند و از یک سرآغاز مشترک و مسیر رشدی مشترک تقسیم و رشد سرچشمه می گرفتند. این آرایه رضایت بخش می توانست تا به امروز ادامه یابد، اما از زندگی روی زمین چیز بیشتری از بازتولید خود خواسته می شد. چیزی که لازم بود به هستی درآوردن مراکز خودمختار آغازگر، یعنی موجودات آفریننده‌ای بود که بتوانند از درون خود هستی با اثرات زمان رویارویی کنند. سرشت برهم ریزنده یا آنتروپیک زمان به کاهش امکانات و نابودی تدریجی آزادی در دنیا می رسد. باید موجوداتی باشند که بتوانند دست به آفرینش زنند و از آن بیشتر بتوانند خود آفرینی کنند. نیاز برای وجود چنین افراد خودمختاری در برگیرنده نیازی است که باید از درون دنیای موجود کار کند. به گفته دیگر، باید در خود سرشتشان متعهد به کنشی از راه وابستگی به محیط باشند. این نیاز سگانه، یعنی استقلال و خودمختاری، درگیر شدن و خودآفرینی، در نخستین سلول هایی که توانایی بازتولید جنسی داشتند از پیش سایه انداخته بود. در آن زمان بود که همجوشی دو درونگذاشت متمایز لازم بود تا یک کل بیافریند. زندگی و نه هرچه زنده بود در خودش تقسیم شد و نیروی تازه‌ای وارد زمین گشت. تقسیم کل به دو سرشت تولید کرد، به نحوی که باز تولید نیازمند یکی شدن آنها بود. سلول هایی از این گونه خودمختار اما مردنی بودند. از این یکی شدن دو بخش با سرشت های متفاوت، کل کاملی تنها برای مدتی زودگذر شکل می گرفت. نتیجه تازه هم دستخوش مرگ می شد، زیرا باید کمتر از کل می بود. این شیوه بازتولید گونه بیقراری و خطر را به دنیا آورد که بنیان سرشت مردم یا انسان گشت. در کتابم به نام عالم نمایشی این کیفیت هستی را با اشاره به سلول زاینده که وارد تمامی چرخه های بازتولید، خواه گیاهی و خواه جانوری می شود، زایشی نامیدم. تقسیم به دو سرشت که شاید 1 میلیون سال پیش روی داد، در تقسیم بندی درونی سرشت مردم رخ داد. این تقسیم درونی به ناخرسندی و جستجویی می رسد که دگرگونی را شدنی می کند. هر کدام نیازمند دیگری است، اما چیزی متفاوت از هر دو باید وارد کار شود تا این دو با هم یکی شوند. این انرژی عشق است و به همان اندازه فراسوی دامنه کنش آفریننده سکس می رود که این کنش فراسوی کار انرژی هایی که در بازتولید خود شرکت دارند. میان پیدایش سکس و پیدایش مردم به معنای درست این واژه، کمابیش تمامی آن رشدهای تکاملی پا به هستی گذاشت که به سازماندهی انرژی های درک و دریافت، حرکت و احساسی مربوط می شود که ما در جانوران باز می شناسیم. نخست تکامل در سطح انرژی خودکار است که از راه آن الگوهای رفتاری ساخته می شوند. این به تکامل دستگاه عصبی مهرداران و پیدایش مغزهای غریزی و متحرک مربوط می شد که برای پیدایش حرکت خودمختار جوهری بود.
با سازماندهی انرژی خودکار، موجوداتی میتوانست به وجود آید که بتوانند به جستجوی خوراک و جفت بروند. انرژی دوم درگیر در اینجا انرژی حساسیت بود. وقتی این انرژی سازمان یافت، امکان درک و دریافت‌های حسی بسیار پالوده و تجربه احساسی به وجود آمد که ما در تمامی جانوران از جمله مردم باز می‌شناسیم. سازمان یافتن این انرژی حساس امکان تجربه ذهنی را به وجود آورد. همین انرژی است که ما را نسبت به حالات خودمان آسیب پذیر می کند و در مردم می تواند پرده ذهن نامیده شود که تمامی تجربه معمولی او بر آن به نمایش گذاشته می شود. این انرژی را می توان بالاترین انرژی از انرژی های زندگی نامید. از سوی می تواند به فعالیت های خودکار یعنی عادت ها و الگوهای رفتاری کشیده شود. از سوی دیگر می تواند نسبت به تأثیراتی فراسوی زندگی باز باشد. این گونه تأثیرات نخستین بار زمانی پدید آمد که مردم آگاه گشت و آگاهی نخستین انرژی از انرژی های فراسوی زندگی است. زمانی که مردم به انرژی آگاهی دست یافت، به ذهن دست یافت. این انرژی آگاهی به ما این توانایی را می دهد که فراسوی کرانه های لحظه کنونی را ببینیم. می توانیم درک و دریافت هایی داشته باشیم که به درون مایه کنونی انرژی حساس بسته نشده باشد. این انرژی به ما این توانایی را می دهد که از حالات و واکنش های ذهنی خود رها شویم. به گمان من کمابیش مسلم است که انرژی آفرینندگی که از آگاهی والاتر است و فراسوی هوشیاری ما کار می کند، از راه روند جنسی بخشی از مردم شد. تردیدی نیست که از راه نیروی جنسی است که مردم آسان ترین دسترسی را به انرژی آفریننده‌ای دارد که قلب راستین سرشتش است. این انرژی آفریننده است که به مردم این توانایی را می بخشد تا اراده اش را پیش ببرد که معنایش همان کار و کنش داشتن به مفهوم گرجیوفی این واژه است. توضیح مترجم: گرجیوف مردم یا انسان را موجودی تعریف می کند که می تواند کار و عمل کند. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به فصل افزوده در قصه های بزباب برای نوش. مترجم: کنش انرژی جنسی به جدایی دو جنس برای کار وابسته است. مانند مغناطیسم است که تنها زمانی حضور دارد که دو قطب آهنربا از هم جدا هستند. هرچه آنها به هم نزدیکتر می شوند، نیروی کشششان هم توانمندتر می شود. اما با رسیدن به یکدیگر، این نیرو رخت بر می بندد. در مورد انرژی عشق درست عکس آن درست است. نیروی عشق با یکی شدن بیشتر می شود و در یکی شدن و از راه آن است که عشق می تواند وجود داشته باشد. لازم است این را به روشنی به یاد داشته باشیم، زیرا در مورد نیروی کشش به سبب سکس و نیروی عشق پریشانی و آشفتگی گسترده‌ای در ذهن ما وجود دارد. در ورود آفرینندگی به زندگی، نخست در پیدایش سکس بر روی زمین و سپس در درون سرشت خود مردم، کنش مهمی بی تردید وجود داشت که از کنش آفریننده خود خورشید سرچشمه می گرفت. در پیدایش عشق کنشی بود که فراسوی کرانه های کل سیستم خورشیدی گسترش می یافت.